تو برنامه قبلی داشتیم صحبت میکردیم در مورد بیولوژیکال کلات، ریتم طبیعی بدن، و دکتر هوبان برای ما شما گفتیم که 6 تا 10 سروتونین زمانی که سروتونین ترشح میشه تو آیوردیک مدیسن، نه تو همه جو همه بر طبق آیوردیک مدیسن به هر حال بله سروتونین ترشح میشه، ولی نه فقط توی آیوردیک مدیسن، همه جا. ولی حالا راجبی که راجبی که ما میگیم دایجستین هم ساعت 10 تا 2، یعنی هضم غذا، بله، و ساعت 2 تا 6. 2 تا 6 رسیدیم به 2 تا 6، بله. پس گفتیم بین 10 تا 2 زمانی که دستگاه گوارش خیلی خوب کار میکنه و دایجستشن و آنزیم های هضم و جذب غذا بیشتر ترشح میشن. بین ساعت 2 تا 6 زمانی هستش که شاید بد نباشه یه استراحتی بکنید. دیدین در خیلی از کشورهای مختلف این جور ساعت‌ها رو میرن سیستا، بعد از اون میگن میخوابن. بله، من تو اسپانیا بودم، همه جا بسته، بله. اکثر کشورهای مدیترانه و حتی تو ایران هم من یادمه، حالا نمیدونم الان چجوری، ولی بعد از اون میخوابیدن، بله. اکثرا. و زمان به خاطر اینکه زمانی هستش که اون غذاهایی که حالا خوردیم ابزورب میشه، یعنی جذب بدن میشه. در ضمن یه زمان خیلی مناسبی هم هست برای یادگیری، به خاطر اینکه وقتی غذا جذب میشه به طور کلی در اون ساعت بین 2 تا 6، چون جذب بهتر هست، مطالب رو هم بهتر میتونیم جذب کنیم. جالب. برای هم مثلا برای مطالعه یا چیزایی میخوان یاد بگیرین، اگر البته خوابالو نباشین، چون خیلی در اون مدت خواب در بستگی داره که صبح چی خورده باشی. بله، دوغ خورده باشی که حتما خوابالو. بله، ولی اگه مثلا چیزای شیرین هم صبح خورده باشی، اون موقع زمانی هستش که خیلی کریو میکنی، خیلی هوس چیزای شیرین میکنی، و اون موقع خب یادگیری خیلی مناسب نخواهد بود. پس بهتره که چیز شیرین نخوریم. رد و برق هم که موافقت کرد با من و ما داشتیم میگفتیم اولین باری که من در زندگیم در لس آنجلس وسط تابستون تو جولای بارون خیلی شدید و رد و برق و خیلی هم زیبا، خیلی قشنگه. در حال پس رفتیم تا بین 2 تا 6. حالا جلسه بعدی اگر اجازه بدیم میریم از ساعت 6 بعد از ظهر تا 10 شب رو صحبت میکنیم و کاور میکنیم که چه خبر. بله.